شبوع تو و انشالله که همه شبات خوبی داشتن و به زرشم هفته سلامتی و پربرکت منی به زرشم این معمیر رو ادامه میدیم دیگه. فکر کنم اگر این هفته نبلی نده دیگه تا هفته آینده این معمیر رو براخا بکنیم. فقط یک دوره بسیار مختصری ببینید تا اینجا توضیح دادن به طور مختصر، به خاطر اینکه انسان برتریش عقلش است، حتی از نظر نفس حیوانیش که عاقله، به خصوص زمانی که راجع به نشمای الهی یک شخص صحبت میکنیم که از خخمه از خخمه الهیت آفریده شده. بنابراین نشما باید اصل کار لذتش انسان که در این دنیا میاد در انجام کارهای نیک و یاد گرفتن تورا باشه، نه دنبال لذتهای مادی، چون چنین چیزی آدم رو از درجه خود پایین تر میاره و هدف آفرینش رو انجام نمیده. و اوس رو اضافه کردن، اینو خیلی کلمات سختی رو گفتن که یادتون باشه هفته قبل که یاد گرفتیم زمانی که لذتش در نکته های مادی باشه، لذت های جسمی سو هفته قبل دو جور توضیح دادن که ببینید خسب شانم خدا نکرده آدمیزاد خودشو در درجه میاره که مساوی میشه با حیوان ها یا چیزهایی که لذت میبره، حتی پایین تر از اون. یکی به خاطر اینکه چون لذتش در اونجا هست، بر طبق گفته بلشمتوف، جایی که افکار آدمیزاد باشه، خواست آدمیزاد باشه، در اونجا خواهد بود. و یادتون باشه گفتیم که یک نفر وقتی راجع به چیزهایی فکر میکنه که لذت میبره، خیلی وقتا حتی در قلبش هیجان زده میشه، نشون میده که واقعا در اون درجه هست. و اضافه هم کردیم که حتی درجه پایین تر از یک حیوان، به خاطر اینکه از اون درجات پایین داره لذت رو میبره، دریافت میکنه. و نکته دومی که این رو توضیح دادن که چرا بدتر از خی حیوانات میشه، به خاطر اینکه حیوان عقل نداره، بهتر از اون نمیتونه باشه، ولی انسان که توانایی و درک رو داره ولی کارهای سطح پایین رو انجام میده، مسلما درجهش پایین تر هست. چون نکته ای بود که خیلی طول کشیدین ولی در توضیحاتشون یاد گرفتیم که واقعا در شأن آدمیزاد نیست، در درجه آدم نیست که اصل کار رو لذت‌های مادی بذاره. امید هاشم قسمتی که امروز یاد میگیریم، تا اینجا یاد گرفتیم که این شخص کارا میکنه که از نظر تورا آسور نیست، لذت‌هایی که تورا اجازه میده، غذای کاشر برای مثال، فقط نیتش درست نیست، به خاطر نیست غذا رو نمیخوره به خاطر اینکه سالم باشه بتونه خدا رو عبادت بکنه، بلکه دنبال لذتش است. الان نکته که توضیح میده چطور رخ میده که یک فرد اسرائیل حتی دنبال لذتهایی میره که تورا این رو آسور کرده، از کجا منبع میگیره. سو اینو به زرشه امروز با همدیگه یاد میگیریم. صفحه 83 هستیم. این خیلی جالبه که در اینجا یک کلمه، یک جمله گمارا رو بکنم، در گمارا شبات باشه، بله، این رو خیلی گسترده توضیح میده. الان صفحه 83 هستیم، بالای صفحه میگه وهینه کل زه هی بدواریم هموتاریم. میگه تمام چیزهایی که تا الان توضیح دادیم که یک نفر زیاده روی میکنه در لذتهای جسمی یا مادی، این چیزهایی که از نظر تورا موتار هستن، یعنی چی؟ ده اتمت داوارشو اوسه، اون عملی که انجام میده هو موتار، مجازه. گفتیم برای مثال لذت میبره بیش از حد یا زیاده روی میکنه در خوردن غذا، مثال را بردیم، ولی غذایی که از نظر تورا 100% کاشره. و رک سو مشکلش پس چی هست؟ دلیده از سیات و هو نس شافل و گارو امینه به ایما. ولی گفتیم چون اون رو انجام میده، یعنی اون دنبال اون لذت میره، و البته قبلا هم گفتن نیتش درست نیست، هدفشون میخیلو بکنین لذت‌های جسمانیش هست، نه اینکه سالم باشه خدا رو بتونه عبادت بکنه، اون موقع اینو در درجه میاره که پایین تر از اون حیوانی که ازش لذت رو میبره. اول ادزود میگه به علاوه بر اون دهین مینم موتار با رحمان و لیتسلن الاسور. یه نکته که توضیح میده میگه اگر آدمیزاد بیش از حد غرق بشه و فرو بره در لذتایی که حتی تورا اجازه میده، اگر بیشتر و بیشتر بره دنبالمون، اون موقع اینقدر خواسته هاش برای لذتهای جسمی قویتر و قویتر میشه که حتی چیزهایی که تورا آسور کرده انجام میده. این نکته مهمی است. ما بعضی وقتا خودمون رو گول میزنیم، میگیم تا وقتی که تورا اجازه رو داده چه ایبی داره،
چیزی نیست که آسور باشه. اینجا توضیح میده زمانی که آدمیزاد دنبال لذت‌های جسمی میره و هدفش فقط اون لذتش است، کوانای درست نداره. اینجا میگه مینم موتار با، میگه از چیزایی که مجازه وارد میشه، رحمان لیتلن خدا نجات بده ما رو، ال آسور، به چیزایی که آسوره. و هو مشهیتها را، اون موقع غریزه بعدش قوی تر میشه، چیکار میکنه؟ میسیت اومدیخ، میگه آدم رو تحریک میکنه، اتحادم آدم رو تحریک میکنه، گم بدواری محصوری، حتی چیزایی که آسوره ولی براش لذت بخشه. و هو، و چطور آدم رو متقاعد میکنه، یه گول میزنه که دنبال کار آسور بره، گم کن به افانزه، میگه همون طریقه شمر الو تو و هداور. میره بهش توضیح میده که چقدر زیبا هست چنین چیز که داره تحریکش میکنه انجام بده، چقدر زیباه، چقدر خوبه و حتی نوکشش بازه و چقدر لذتش زیاده. تو زمانی که این لذت رو بهش توضیح میده، مئورر روح تواتو، موقع غریزه این شخص رو، خواسته این شخص رو بیدار میکنه. اچنو یا خول لعمد النفشو، که دیگه احساس میکنه نمیتونه بیسته بر ضد غریزه بعد. و نیخشل بازه رحمان الاسلام، و خدا ما رو نجات بده، در داخل گناه میفته. حالا میاد و این رو دقت بکنین از گمارا ثابت میکنه، در گمارا به اون صورت واضح نیست، یعنی میدونی به این دقیقی کلمات رو نمیگه که از لذت بردن از چیزهای موتار غریزه بد آدمیزاد قوی تر میشه و چیزهای آسور هم میخواد انجام بده، ولی به طور کلی از گفته گمارا چنین چیز رو میتونیم استنباط بکنیم، ثابت بکنیم. میگه و اوفان هدرخ شمیوی حیطه ها را لدواریم ایدو، میگه روشی که غریزه بد انسان یک نفر میاره که حتی گناه هم انجام بده، هم که میم رباطه نوزل، میگه شبیه گفته ای که خخامی ما گفتن، البته کجا این رو گفتن؟ شبات، در گمارای شبات دف کوفه عمود بت، میشه صفحه 105 ورق 105 صفحه دومش. به این در اون گمارا این کلمه رو میگه کخی اومانوتو شر یتهارا، میگه این حرفه غریزه بده، اومانوت میشه حرفه، این حرفه غریزه بده ما هست. هیوم، میگه امروز، عمرلو اسکخ، امروز میگه این کارو بکن. اوماخر عمرلو اسکخ، فردا میاد به آدم ایزاد میگه اون یکی کارو بکن. عد تا اونجایی که شو عمرلو لخ و عود عودازارا، تا که میاد به آدم میگه برو حتی بت پرستی هم بکن. میگه یک ذره عجیب به نظر میرسه، دقیقا در گمارا نمیگه منظور چی، امروز میگه این کارو بکن و فردا اون کارو بکن، نمیگه این کارها چی هستن، ولی یک نکته رو در گمارا میگه، اگر دنبال حرف غریزه بد بره به جای میرسه اچه اوملو لخ و عود عودازاره، حتی برو بت پرستی رو بکن. سو بزنین ببینید چطور این گمارا رو توضیح میده. میگه حیطه ها را هو اومان به ملخت، میگه غریزه بد آدمیزاد واقعا حرفه‌ای در کار خود، البته داره توضیح میده چیز که در گمارا میگه کخی اومانوتو شلیته ها را، میگه این حرفه غریزه بده. سو این نیست که فقط غریزه بد کلک میزنه، بلکه میگه هو اومان به ملختو، واقعا آدم حرفه‌ای و خبره هست در کار خود، خیلی قشنگ و ماهرانه بلده که چطور آدم رو گول بزنه. دبیت خیلا، یعنی حالا چطور؟ الان میاد قسمت دوم گمارا رو توضیح میده. اینجا قسمت اولش رو توضیح داد که میگه کخی اومانوت و شدیتها را، این حرفه غریزه بد، و گفت منظور چیه که غریزه بد خیلی حرفه ایه، این نیستش که آماتور هست و نمیدونه چی کار میکنه. این نکته اول. نکته دوم، ده بیتخیلا مسیده تا آدم، میگه اول آدم رو تحریک میکنه، بدواریم هم موتاریم، چیزهایی که موتاره اوکی هست، چرا اول دنبال چیزهای موتار میاد ولی میگه دنبال لذتش برو؟ چرا دنبال چیزهای موتار میاد که مجازه؟ شبازه وقت که راجع به چیزهای موتار صحبت میکنیم، ناکل یوتر لحویر تا آدم، خیلی آسونتره که آدم رو گناهکار بکنه. میبینی چون بهش میگه که این 100% کاشر هست، احتیاجش داری، چه عیبی داره که ازش استفاده بکنی، خدا که این رو آسور نکرده، به اندازه کافی چیزای آسور هستن. سو اخ، ولی بعد از اون الیده زه، زمانی که دنبال لذت مادی میره که آسونتر غریزه بعد گولش بزنه، میتعوه و میتگشم، ببینی میتعوه او تا
ترجمه لفظیش میشه کلفت شدن یا زمخت شدن. یک چیز که خیلی کلفت باشه، سوموقع برای مثال میگیم نور ازش نمیتونه رخنه بکنه. سو زمانی که آدمیزاد غیر حساس میشه، دیگه حساسیت رو به الهیت نداره، سو در گفته های خسیدود کلمه میتعوه یا او کلفت رو استفاده میکنن یا زمخت، یعنی دیگه حساس نیست. اون میتگشم و مادی تر میشه، اون میتگشم نفشو، اون موقع نفسش نشاماش مادی تر میشه. یکی از مثال هایی که میارن برای این که مقداری بهتر درک بکنیم، اونی زمانی که آدمیزاد میره ورزش میکنه، عضله هاش رو استفاده میکنه، موقع نمیگیم این شخص ضعیف تر میشه چون از بازوهاش استفاده کرد و ضعیف شد، انرژیشو از دست داد. هرچی که بیشتر واقعا استفاده میکنه، البته به طوری که آدم رو مریض نکنه، زمانی که ورزش رو انجام میده اون موقع بدنش قوی تر میشه. یا اشخاصی که واقعا خیلی اشخاص متفکری هستن، هرچی که بیشتر علمی رو یاد میگیرن، به خصوص هرچی که بیشتر تورا رو یاد میگیرن، اون موقع مغزشون خیلی تیزتر و عاقلتر میشه. این نیست که مثل چیزهای مادی که شما هرچی بیشتر استفاده بکنی فرسودتر و کهنه‌تر میشه، اینطور نیست. سو همین مثال رو برای خواسته های غریزه بد آدمیزاد میذارن. ما بعض وقتا خودمون رو گول میزنیم، غریزه بد آدمه چیزی رو خیلی زیاد میخواد و دیوونه میکنه ما رو که بریم دنبالش. سو آدمیزاد فکر میکنه بذار من یک بار به غریزه بد خودم اجازه رو بدم، سو موقع ساکت میشه، دیگه من رو اذیت نمیکنه. درست، برای مدتی ساکت میشه، چیزی رو که خیلی بد میخواد، بد جور میخواد، و ما اون رو وی گیوین، تسلیم میشیم و اون خواست غریزه بد رو انجام میدیم، تا مدتی ما رو ول میکنه، ولی خود این خواستش رو قوی تر میکنه. دفعه بعد که دو مرتبه این رو میخواد، وقت که دو مرتبه تشنه میشه یا گرسنه میشه برای چنین چیزی، اون موقع با شدت قوی تری به آدمیزاد حمله میکنه و آدم رو گناهکار میکنه. اونجاست که توضیح میده زمانی که آدمیزاد دنبال لذت های جسمی میره، حتی اگرم موتار باشه، از نظر تو را اوکی هست، چون غریزه بدش رو بهش گوش میکنه، اون قوی تر میشه و کلمه از میتعو و میتگشم غیر حساس و مادی تر میشه. میگه اون داس ایز، البته به زبون یدیش هست، بزن اول یدیش این قسمت رو بخونیم، بعد از اون ترجمه عبریش هم زیر خط خواهیم دید. بزرت هشم، این چند خطی یدیش صحبت میکنه اینجا. اون داس ایز میگه و این هست در تخیلت ملاخا فوندم یتزهاره، این ابتدای کار و شغل و حرفه غریزه بده. واس ار فرگرپت دمنشن، یعنی فرگرپت یا کلمه گراب به یدیش میشه همینطور که غیر حساس میشه، میگه آدم رو غیر حساس میکنه. دورخ تعوت هتر، از طریق لذتهایی که تورا اجازه میده زیاده روی میکنه در اونها. داس هیست، میگه منظور این هست از لوت زوت، به غیر از این. واس ار مخت اما گریسن ماگ، میگه آدم رو گول میزنه، بهش میگه این خیلی خیلی مجازه. گرویس یعنی بزرگ، ماگ مگ میشه هتر یعنی موتار هست. میگه براش دقت بکنی، بعضی وقتا غریزه بد آدمیزاد میتونه تلمید خواخام هم باشه، یعنی بالاخره تورا یاد گرفته، یه چیزایی رو میدونیم و میاد حتی از طرف تورا این رو ثابت میکنه که چنین چیزی مجازه. اینه که میگه لوت زود، غیر از این، واسه مختی مگرویسن ماگ، که براش یک هتر بزرگی رو پیدا میکنه. یعنی چی؟ می مگداس، چنین چیزی مجازه. اون می مگداس و چنین چیزی هم مجاز هست، اون گفینت مویس، و میگه پیدا میکنه برای این آدم کم ما هتریم، هترهای خیلی زیاد. از می خوط دم، اوکی بذار این رو دو مرتبه درست بکنیم. اوکی انشالله که دو مرتبه وصل شده. اگر میگم من قطع و وصلش کردم، اگر صدا نمیاد شاید مشکل از اون طرف باشه. انیویز گفتم خیلی هتر براش پیدا میکنه. از خودستم در گنس تخلید فوندم یه چهارا، میگه تمومه، گنس میشه تموم، تموم هدف غریزه بعد ایزویف سوفر گربن دمنشن، هدفش اینه که آدم رو یک مقدار بیشتر غیر حساس بکنه. ببین پس هدفش این نیست که اوکی یه بار به من گوش بکن، من تو رو تنها میذارم، ولت میکنم. نه، هدف اینه که آدم رو بیشتر و بیشتر غیر حساس بکنه.
از ید زخ و سرتوت زال ولن ناردم گشمک. و میگه هر چیزی که هدفش اینه که هر چیزی که آدم ایزاد انجام میده فقط لذتش رو بخواد، این در زخ در چنین چیزی اون ده تای و فوندم و اشتیاق، یعنی اون لذتی که در اون هست، اون از فرگربت ایم. میگه اون موقع زمانی که آدم ایزاد رو بیشتر غیر حساس میکنه، میگه از یه مالت اون موقع این هارتون رو شنده بشه به همه میتگدلیم و میتربیم. اون موقع خواسته های غریزه بد آدمیزاد قوی تر و بیشتر میشه. از چه نظر؟ لیر صد به خول داوار، که دیگه همه جور لذتی رو میخواد، چون دیگه عادت کرده به این لذت ها، بدون اون نمیتونه زندگی نکنه، باید همه این لذت ها رو داشته باشه. بینید که از مثال ها که برمی آرم، فرض کنید یک نفر که میدونید در جوانی از کودکی فرض بکنید همه جور ثروتی رو داشته، بهترین ماشین، بهترین غذا، میبینی یه دونه نون و پنیر براش کافی نبوده، یه ذره برنج بخوره باوره به ماست و اینه براش کافی نبوده، از بچگی همیشه بهترین گوشت ها، گرونبهاترین غذاها، بهترین رستوران ها. بعد شما فرض بکنین که این شخص بعد از اینکه بزرگ میشه که از خونه پدر مادر میره بیرون و زندگی خودش رو شروع میکنه، اون موقع دیگه نمیتونه چنین زندگی ثروتمندی رو ادامه بده، چون دیگه زیر دقت بکنی کمک پدر مادر نیست. اون موقع این شخص میدونی زندگیش is miserable، واقعا خیلی بده براش، اصلا لذتی نمیبره. اگر بخوام مقایسهش بکنی با آدم های فقیر دیگه، باز باروخ هاشم خیلی وضعش بهتره، ولی چون عادت داشته به چیزهایی که خیلی گرونبها و لذیذتر بودن، اون موقع مثل این که تموم زندگیش تاریک شده. سو اینجا همین نکته رو داره تقریبا میگه، غریزه بد آدمی زاد زمانی که آدم رو گول میزنه که دنبال لذت بره، چنین چیزی خوبه، لذتشو ببر، فراموش میکنه که هدف اینه که از این استفاده بکنه، نه به خاطر لذتش بلکه به خاطر اینکه هشم رو عبادت بکنه. سو موقع وقتی از این لذت میبره قوی تر میشه لذتش، بعد از یه مدتی از این لذت خسته میشه، دیگه نمیتونه که از همون استفاده بکنه، دیگه براش عادی میشه، یه چیز لذت بیشتری رو میخواد و امکان داره که اون لذت بیشتر غیر کاشر باشه، یه چیزی که تورا اسطور کرده. اون موقع هستش که خواسته هاش قوی تر و قوی تر و قوی تر میشه، اون موقع همه چیز رو میخواد. اگه بریم قسمت پایین لمد گیمل، دیگه تموم اینها رو که به زبون یدیش خوندیم الان به زبون عبری پایین ترجمه میکنن. سو بذار بذاشم از پایین بخونیم. میگه وزوهی، میگه چنین چیزی هست، تخیلت ملخت و شدیتها را، این ابتدای کار غریزه بد هست، شمگشم تا آدم، که آدم رو مادی تر میکنه، از کلمه گشم یعنی مادیت میاد، علیده تایوت هتر، از طریق این که آدم رو وارد لذت های میکنه که تورا اجازه میده، زوتومرد به این معنی شلوت زوت شعصل و موتار گادون، که میاد میگه چنین چیزی خیلی موتاره، داوارز موتار، میگه برای چی از خود جلوگیری میکنه، چنین چیزی موتاره و داوارز موتار، اینم موتار است، اون متصور و کماه تریم. و گفتیم بعضی وقتا غریزه بعد ما تلمید خواخامه و میاد هترای زیادی پیدا میکنه، هینه به نو سفله کخ. سو بغیر از این که میاد میگه چنین چیزی مجازه، چرا از خودت این رو محروم بکنی، میگه تخلیت و شله اتهارا، میگه هدف اتهارا اونجا تموم نمیشه که فقط یه بار بهش گوش بکنیم، هدف اتهارا چی هست؟ لگش متا آدم، که آدم رو مادیتر و جسمیتر بکنه، شکل داوار شعصه، از این به بعد هر چیزی که آدم انجام میده یرت رک تا اونک شبه داوار، فقط اون لذت رو در اون چیز میخواد و تتایی واشه بازه و اون هیجانی که در داخلش هست. اکشو مگشم و تو، میگه زمانی که آدم رو اینقدر مادی میکنه ازای، اون موقع بر میگنی بالای صفحه هفت خط از پایین صفحه هست، اونجا که میدونی حرف لمد گیمل از یه مات، میگه بعد از اینکه آدم ایزاد رو میدونی اینقدر تحریک میکنه که فقط لذت ها رو بخواد، این هارتون رو چنده بشه به همیت میتگدلیم، خواسته های غریزه بعد بیشتر میشن، قوی تر میشن، او میتربیم و اضافه تر میشن، لیرتود به خول داوار، که همه چیز رو بخواد. حالا تا چه حدی همه چیز رو میخواد؟ میگه و هاراتون رو به توکف مود، و خیلی خیلی قوی هم این رو میخواد. میگه موقعی هست که آدمیزاد خیلی چیزا رو میخواد، ولی میدونه که اینو ندارم،
میگه خدا به من نداده یا نتونستم این رو گیر بیارم، میگه اوکی بدون این زندگی میکنم، حداقل شبا میتونه خواب بره، میگه تمام افکارش رو پر نمیکنه. بعضی وقت هست که یک چیزی رو انقدر بدجور میخوایم که آرامش نداریم تا اون رو به دست بیاریم، یا وقتمون رو تلف میکنیم که بتونیم چنین چیزی رو به دست بیاریم. میگه زمانی که آدمیزاد تسلیم میشه به غریزه بد، این نیستش که همه چیز رو میخواد بعد از یه مدتی، یعنی همه جور لذتی رو میخواد، بلکه اون چیزی هم که میخواد به تو کف معود بیش از حد میخواد، شمیتعو معود، خیلی اشتیاق داره به خود دور تایوا، هر چیزی که میدونه هیجان برش میاره و لذت بخشه. و اینجا امید هاشم این رو یاد میگیریم که خیلی موقع هست که یک نفر طبیعتا با غریزه بد متولد شده. اینو مثالشو در تورا پیدا میکنیم، عصاف. در این مورد میگن که عصاف زمانی که حتی در شکم مادر بود، در شکم ریفکا بود، زمانی که ریفکا از بغل خونه بود پرستی عبور میکرد، میگن موقع عصاف تکون میخورد، لگد میزد که بیاد بیرون. یعنی حتی در شکم مادرش هنوز قبل از که متولد بشه اون احساسات رو به گناه داشت. مسلمان اکدوش بارو خوبش قدرت رو داده بود بعد از اینکه متولد شد که بتونه روی اون غریزه های بد غلبه بکنه. یادم نمیاد اگر در این مورد صحبت کردیم یا نه وقتی پارشا رو یاد میگرفتیم، ولی می که هارنبام اینو می نویسن که یک نفر که غریزه بد داره، خداوند غریزه بد رو داده که روش غلبه بکنه، کنترل داشته باشه. همینطور در زوار اکادش میگه تا وقتی که ابراهام آوینو زنده بود عصاف در روحانیت رشد کرد. اون که در تورا میگه و یک دلو هنه آریم، که بچه های کوچیک بزرگ شدن، راجب یعقوب و عصاف صحبت میکنه، سو در زوهر میگه حتی عصاف هم در روحانیت رشد کرد. چطور؟ به خاطر اینکه ابراهام آوینو پدر بزرگ تا وقتی که عصاف 13 سالش بود یا 15 سالش بود، عقاید مختلفیه، ابراهام آوینو پدر بزرگ بالا سرش بود و اینو تشویق میکرد که با غریزه بد خود بجنگه. ولی بعد از اینکه ابراهام آوینو فوت کرد، اون موقع از اون دیگه غریزه بد رو کنترل نمیکرد. سو بعضیا هستن که واقعا طبیعتا غریزه بدشون از ابتدا خیلی قویه، بعضی هستن که غریزه بدشون انقدرها قوی نیست، خیلی ضعیفه. امید داشتم بعد از اینکه این اوت رو تموم میکنیم، در اوت بعدی توضیح میده حتی کسی که غریزه بدش خیلی خیلی ضعیف هست، ولی زمانی که هی تسلیم میشه به خواسته های یتهاره، اون غریزه بدش قویتر و قویتر میشه و بعضی وقتا بسیار قوی میشه که دیگه کنترل کردنش خیلی سختره براش. انیویز قبل از که بریم جلوتر، یکی از نکته هایی که اینجا میگه اینه که هدف غریزه بد اینه که این نیست که فقط ما یه بار بهش گوش بکنیم تسلیم بشیم، بلکه هدفش اینه که آدمیزاد هر کاری رو که الان و در آینده انجام میده دنبال لذت های جسمی بره. یعنی آدم رو ول نمیکنه، تا آخر عمر میاد آدم رو تحریک میکنه. اون یک گمارای جالبی هست که این رو ویلنا گاون هگان می ویلنا توضیح میدن. در گمارای براخوت میگه لعولام یرگیز آدم یترتو ول یتهاره. لعولام یعنی همیشه، تا ابد. میگه تا ابد آدمیزاد غریزه خوبش رو یترتو رو عصبانی بکنه روی یتهاره، روی غریزه بد. اولا میگه چرا کلمه لعولام رو میگه؟ همیشه آدمیزاد غریزه خوب رو روی غریزه بد عصبانی بکنه، داد بزنه سر غریزه بدش. وقتی غریزه بد یه تهاره آدم رو تحریک میکنه به گناه کردن، میگه باشه حتی جر و بس نکن، حالا بذار گوش بکنم، بعد باش اختلاف عقیده داشته باشی. میگه یرگیز، میگه همیشه سرش عصبانی بشه، سرش داد بزن. البته نکته که مفارشیم توضیح میدن قبل از اینکه اون حرف وینلاگان رو جلو بیاریم، معمولا عصبانی شدن گناهه، ولی زمانی که روی غریزه بدمون عصبانی میشیم، میگه یرگیز یتتو ولی یتهاره، اون موقع گناه نیست. سو اینجا میتوه که روی غریزه بدمون عصبانی بشیم، بهش گوش نکنیم و سرش هم فریاد بزنیم. ولی نکته که از وینلاگان میگن چرا در گمارا میگه لعولام آدمیزاد همیشه روی غریزه بدش همیشه عصبانی بشه، بگه آدم یرگیز یه ستو ولی یه ساره، آدمیزاد غریزه خوب رو روی غریزه بد عصبانی بکنه، دیگه لعولام تا ابد و همیشه رو نگه. چرا میگه لعولام؟
اونجاست که میان نگاهون توضیح میدن. برای مثال فرض کنید زمانی که درز چمپیونشیپ، فرض کنید دو نفر برای مسابقه بوکس رفتن، سو وقتی که فرض بکنین یک نفر میاد دیگری رو ناک اوت میکنه، دیگری شکست میخوره، اون موقع دیگه بر نمیگرده باش بجنگه. تا یک سال همه چیز اوکی هست، تا دو مرتبه سال دیگه چمپیونشیپ شروع بشه، اون موقع دو مرتبه با هم دیگه میجنگن. سو کسی که شکست رو خورد و دیگری مدال طلا رو برنده شد، دیگه دسته دیگه با هم دیگه دعوایی ندارن، شکست میخوره تموم میشه تا چمپیونشیپ بعدی. میگه غریزه بد آدم اینطور نیست، حتی اگرم روش غلبه بکنه. یک بار میاد یه چاره با آدم میگه گناه رو بکن، حتی که فرض کنه آدمیزاد قوی بشه، یه بار باش بجنگه و مغلوب بکنه غریزه بد رو، میگه فکر نکنین که دیگه برنده شدین، این دیگه میدونین وربه چی میگن، درسش رو یاد میگیره، دیگه روش کم شده و دیگه نمیاد. سو اینجا که در گمارا میگه لعولام، میگه همیشه مواظب باشین غریزه بعد اگر یک بار مغلوب شد دو مرتبه میاد. سل اولام همیشه باید آماده باش باشیم که باهاش بجنگیم. امروز اینجا سوال میکنن که عصبانی کردن دو مرتبه توضیح بدیم. اگر در گمارای برا خود میگه لعولام همیشه یرگیز آدم، آدمیزاد عصبانی بکنه، چی رو عصبانی بکنه؟ یه ترتوف غریزه خوبش رو عصبانی بکنه، ال یه تهاره روی غریزه بعد. دو تا نکته رو گفتیم. نکته اول که این عصبانی بودن و فریاد زدن روی غریزه بد میتواه، با اینکه معمولا عصبانی شدن گناهه، آدم نباید عصبانی بشه، اگر روی غریزه بدش عصبانی است که بهش گوش نکنه چنین چیزی میتواه. نمبر تو اینجا ویل نگاهان میگن چرا میگه لعولام، میگه همیشه آدم روی غریزه بدش عصبانی بشه، یتر تو رو عصبانی بکنه روی غریزه بعد، چرا میگه لعولام همیشه؟ سو توضیح میده که غریزه بعد هیچ وقت روش کم نمیشه، هر چقدر هم که مغلوبش بکنیم دقیقه بعد یا روز بعد حداقل دو مرتبه آدم رو اذیت میکنه. سو این نکته هستش که میگه رب ریت اینجا هم توضیح میدن، میگه غریزه بعد که اومد، و البته اونجا در گمارا داره صحبت میکنه که اگر یه بار جنگیدی بازم آماده باش وایسا، دو مرتبه بر میگرده، روش کم نمیشه. ببینید این نیست که یه بار مغلوب شد دیگه نیاد. اینجا رب ریت داره قسمت بعدی رو میگه، قسمت برعکسشو. اگه فرض بکنین کسی غریزه بعدش رو مغلوب نکرد، شکست خورد، میگه فکر نکنین اگر یه بار مغلوب شدیم ولتون میکنه، میگه اوکی کارش تموم شد. نه، کارش تموم نشده، این یه هدف بزرگتر داره. همینطور که در گمارا میگه امروز میگه این کارو بکن، فردا میگه فلان کارو بکن، و رب ریت گفت که اول میگه این کارو بکن یعنی چی؟ یعنی دنبال لذتای برو که تو را مجاز میدونه، بعد از اون غریزه بد آدمیزاد رو بیشتر میکنه و میگه برو فلان کارو بکن، یعنی حتی چیزایی که آسور انجام بدی، تا اینکه با آدم بعدا میگه حتی برو بت پرستی هم بکن. سو اینجا میگه اگر یه بار بهش گوش کردیم فکر نکنی که ما رو تنها میذاره ولمون میکنه. نو، این نیست، هدفش اینه که آدمیزاد فقط و فقط دنبال لذت بره، از لذت موتار حتی به لذتی که آسور هست. سو از اینجا به بعد میاد صحبت میکنه در مورد درجات مختلف غریزه بعد. الان پنج خط از پایین صفحه هستیم، صفحه 83. دهینه یش کما خیلوک مدره گوت، میگه درجات مختلفی وجود داره به تبع نفس به امید، در طبیعت اون نفس حیوانی غریزه بد. یش یک آدمی از یش می یک نفر هست، شن نفس به امید شلو اینو خازا کلکخ، که طبیعتا غریزه بدش انقدر بزرگ نیست. این دنیای مادی به اون صورت تحریکش نمیکنه، به اون صورت دنبال چیزای مادی نمیره، بیشتر توی درس خوندن و ببینین تورا خوندن و جور چیزا هست. و هینو شیش دواریم شمیت اول هم، یعنی چی غریزه بدش انقدر قوی نیست؟ یه چیزی هستش که دوست داره، میخواد، بالاخره در جسمه. یش دواریم شین اوروسه او میتوکلن، یه چیزی هست که اصلا نمیخواد، اصلا اشتیاقی بهش نداره. به غیر از اون اومش میت و حتی چیزی هم که میخواد گم کن اینو به تو کف گادل کلکخ، اینقدرها قوی نیست که این رو بخواد، که میدونی آروم نمیشینه تا این رو به دست بیاره. اگه هم نبود نبود، اوکی نو پرابلم، اگه نبود نبود یه چیز دیگه رو میگیره، اگر اون غذایی که میخواد براش آماده نشود اوکی نو پرابلم، میره غذای ساده تر میخوره. الان اینو به ایدیش ترجمه میکنه یعنی چی اینقدر قوی نیست؟ اسیزرخت از نیت اویخ،
میگه اگرم اونو نداشته باشه رخت یعنی اوکی، هنوزم اوکی. اگر زیر رو نگاه بکنیم شماره لمد دالت خط آخر پایین صفحه که این رو به زبون عبری ترجمه میکنه میگه یعنی چی؟ هو مشلیم یعنی ایشون در صلح هستن، اوکی هست، شگم بلیزه، حتی بدون این یستدر اوکیه. اگر نباشه چیزی که میخواد دیوونه نمیشه، توکه. سو این یک درجه است و یش می، ولی یک شخصی هست شنفشه به همین چلو به توکف گادول که غریزه بدش خیلی قویه. یعنی چی؟ نهینو کن و شین آف رو اوت، هر چیزی که چشماش میبینه و خود هیا دوالو و هر چیزی رو که میدونه، حتی اگرم ندیده ولی در مورد شنیده، هر چیزی که میدونه ششمتسیوت دور تایوا که چنین لذتی هست، هره هو میتعوه لازم اون رو میخواد. ار ویل آلتس، الان صفحه 84 هستیم. ار ویل یعنی اون میخواد، آلتس، آلتس میشه همه چیز. اگر پایین صفحه 84 رو نگاه بکنین اون رو به زبون عبری ترجمه میکنه یعنی چی؟ ار ویل آلتس میگه هو روتس هکل، همه چیز رو میخواد. تو یکی از که غریزه بدش همه چیز رو میخواد. به غیر از اون اضافه میکنه بالای صفحه 84 و تای و هو به توکف گادول میگه اون خواسته هاش هم خیلی خیلی قوی هستن. بیت اور رود گدول یعنی خیلی تحریک شده، خیلی بیداره. ولو یا نوخ، نمیتونه ساکت بشینه، نمیتونه استراحت بکنه. یا نوخ نمیتونه استراحت بکنه. ولو یش کد، نمیتونه سکوت بکنه. اچم مل تعوت لی بوتون که چیز که میخواد به دست بیاره. گم به داورها آسور، حتی چیزی هم که آسور انجام بده. سوتنجم الان یاد گرفتیم، البته جور که من اینو درک میکنم، I think اینجور فکر میکنم که رب ریعت دارن این گمارا رو توضیح میدن، میگه کخوم اوموناتو شلیتها را، این حرفه غریزه بد است که خیلی حرفه‌ایه. هیوم اومرلو اسکخ، امروز میگه این کارو بکن. یعنی چی؟ یعنی چیزی که مجازه ولی دنبال لذتش برو. بعد اون آدم رو دیگه مقدار میدونی مادی تر میکنه، جسمانی ترش میکنه که میشه چنین کلمه‌ای رو بگیم، و مسلماً خیلی اون احساسات و حساس بودنش رو به الهیت مقداری از دست میده. و فردای اون روز یعنی مدتی بعد از اون میگه اسکخ، برو لذتی که آسوره برو انجام بده. تا اینکه حتی چی رخ میده؟ بهش میگه برو چیکار بکن، لخ لخ و عود عود آزاره، برو بت پرستی رو انجام بده. سو تا اینجا توضیح داد که ما دو جور درجه در غریزه بد داریم. یکی غریزه بدش خیلی ضعیفه، همه چیز رو نمیخواد و حتی چیزایی هم که میخواد، حتی چیزایی هم که میخواد به اون شدت زیاد نیست، بدون اون هم میتونه زندگی بکنه. یکی از این غریزه بعدش خیلی قویه، همه چیز، همه لذتی رو میخواد و با قدرت خیلی زیاد. الان صحبت میکنن آیا کسی که غریزه بعدش انقدرها قوی نیست ولی اگر دنبال لذتهای مادی بره، آیا امکانش هست که غریزه بعدش خیلی خیلی قوی بشه که دیگه همه چیز رو میخواد؟ ثابت این رو میاره که چنین چیزی هست و از چند تا از گفتهای خزل یا رزل ربوتن اینها رو ثابت میکنه. امید داشتم ادامه میدیم صفحه 84، فکر کنم که امروز بلی ندر دیگه بتونیم اینم براخا بکنیم و فقط یک دونه اوت میمونه که بذارشم در هفته آینده براخا میشه. میگه امنام اما لپامیم، بعضی وقتا هست یا خلیوت امکانش هستش دگم کشرن نفشه به همین چلو، حتی اگرم غریزه بد اون شخص، نفس حیوانی اون شخص، هینه به اتم تیو او از نظر طبیعتن، یعنی زمانی که متولد شد طبیعتن اینو به توکف گادول میتصد اتمو، میگه از طرف خود انقدرها قوی نیست، خدا بهش غریزه بد زیادی رو نداده. و هینو مدریگا الف هنل، یعنی درجه اولی که هنل میشه هنیزکر لئیل که قبلن ذکر شد، سون نون لامد میشه نیزکر لئیل یعنی قبلن ذکر، نیزکر یعنی ذکر شد، لئیل یعنی قبلن بالا، قبلن اون اوت قبلی که یاد گرفتیم که میشه درجه اولی که قبلن گفتیم به تی و نفشه به همید در مورد غریزه های بعد. امکان داره که از طبیعتاً ضعیف اول هو نسه به توکف ولی میتونه قوی بشه علی در ریبو هشیکوه وقتی بیش از حد، بله نیست کرده ایل درسته، سوهیش هم میشه هن نیست کرده ایل
که قبلا ذکر شده. سو میگه میتونه قوی بشه علی در ریبو از شیکو وقتی که بیش از حد غرق میشه، رحمان الیسلن شیکو میشه غرق شدن یا فرو رفتن. زمانی که غرق میشه رحمان الیسلن، خدا ما رو نجات بده به اینیان عطای بود، چیزا که بیش از حد لذت بخشه. شنس علی دزه وقتی دنبال لذت ها میره، شنس علی دزه او و گس به اتم، اون غریزه بعد دیگه خیلی زمخت و کلفت میشه، یعنی دیگه این مادی تر میشه. بزن دو مرتبه وصلش کنیم. اوکی، انشالله که صدا بهتر شد. اوکی صدا اوکی. سو میگه اروورت زیر فرگرب، زیر میشه خیلی، ترجمه عبری زیر میشه معود، میگه خیلی خیلی مادی میشه. اگر زیر رو نگاه بکنین، اون اوت لمدواف اینجا که میگیم اروورت زیر فرگرپت، ترجمه میکنه هو نیه یا معود، معود مگوشم، یعنی خیلی خیلی مادی میشه. و کما شانو رو این به موخاش، میگه این رو واقعا واضح میبینیم. دمهیوت چه به اتسم این رو به توکف کل که اخباین که طبیعتا اون نفش به حمید غریزه بعدش خیلی قوی نبود، آمنم علی در ریبوی هپ آمیم، ولی زمانی که خیلی زیاده روی میکنه، یعنی چی؟ شم مل تعواتو که پر میکنه اون چیزا که بهش هیجان میده، خواسته های خود رو، بعد تنوگیم ددواره مگش میم، چیزای لذت بخشی که مادی هست و خوم ریم. ببینی خوم ریم یعنی دیگه از مادیت هم بدتره. یه چیزای مادی هست که آدمیزاد لذت میبره ولی احتیاج داره، ببینی غذایی که آدم رو سالم نگر میداره، بالاخره گوشت، مرغ، برنج، هر چی کس باید بخوره. سو یه موقع یه نفر میخوره لشم شمعیم، یه نفر میخوره به خاطر لذتی که بهش میده، ولی چیزایی که میگن گشمی مادیه، خمریم یعنی از مادیت هم پایین تره، چیزی که حتی بدون احتیاج نداره برای سلامتی خود. دیگه شکلات و بستنی و چیزایی که اصلا برای سلامتی نیست، فقط و فقط برای لذته. نمیتونه بگه من این رو استفاده میکنم چون بدنم احتیاج داره، امکان داره که برای بدنش هم مضره، حتی ضرر داره، ولی خیلی خیلی لذت بخشه، فقط و فقط برای لذت. سو بین میگن خمریم، خمریم یعنی لذتی که تو احتیاج است. افیل هم موتاره. سو زمانی که خیلی خیلی زیاده روی میکنه، چه مادی چه خمری، حتی اگرم مجاز باشه، شنه سل دزه تو که فنه بشه به همید بیوتر، غریزه بدش قوی تر میشه، لیرت صد به خلدا و رو به تو کف میاد، که میگه همه چیز رو میخواد و خیلی هم قوی این رو میخواد. امیدشم الان این رو از یکی از گفتهای زهر تا حدی ثابت میکنن. اینجا سوال میکنن چطور غریزه خوبمون رو روی غریزه بد عصبانی بکنیم. ببینید شما فرض بکنین که میتونی یک میدونین که یک نفر دشمنتونه، بعد میاد بهتون حرف میزنه، میگه عزیز من خیلی دوستت دارم، بیا خوبی تو رو میخوام، بیا چند دقیقه با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی میدونین که واقعا دشمنتونه، اینو میدونین. سو حتی اگرم بیاد بهتون میدونی با زبون خوش صحبت بکنه، بهش میگه اصلا نمیخوام صورت تو رو ببینم. دلیلی که ما به غریزه خوبمون تسلیم میشیم چون احساس نمیکنیم که دشمن ما هست. اینی که جای دیگه خخامیم در گمارا توضیح میدن، میگه هو یتسه را هو ساتان هو ملعخ هماوت، میگه همون غریزه بد همون ساتانه و همون هم فرشته مرگه. یعنی چی؟ یعنی غریزه بد میاد پیش آدم به عنوان دوست، میگه این برای تو خوبه بابا، ضعیف شدی یا هر چیزی که هست، از این لذت ببر، مجازه برای تو. یا حتی اگر هم آسور باشه، دقت بکنی این کار انجام بده، احتیاج داری فعلا که این کار انجام بدی. سو اینه که اول چی هستش؟ یه تهاره، غریزه بد آدمه که آدم رو گول میزنه، بعد از اینکه آدم ایزاد مرتکب میشه به گناه، اون موقع دیگه دوست صمیمی ما نیست، میشه ساتان، یعنی میره در آسمون ها و بر علیه ما صحبت میکنه. سو در ابتدا یه تهاره غریزه بده، بعد از اون چی میشه؟ میشه ساتان که میاد ما رو محکوم میکنه. بعد از اینکه ما رو محکوم کرد، خخامی میگن یعنی چی ملخ هماوت فرشته مرگ؟ بعد از اینکه ما رو محکوم کرد، از خدا، از دادگاه الهی اجازه رو میگیره که ما رو تنبیه بکنه. سو همون دوستی که اومد و گفت خوبی ما رو میخواد،
اولا میره ما رو در دادگاه محکوم میکنه، بعد از اون دقت بکنید تصدیقش هم میگیره، اجازه رو میگیره که بیاد ما رو تنبیه بکنه. این چه جور دوستیه؟ از اول دشمنمون بود. اونجا که خخامی میدونید چشم ما رو با این کلمهشون باز کردن که گول غریزه بد رو نخوریم، واقعا دوست ما نیست. این نیست که میگه تو احتیاج داری بیا یه بار بخور بعد از اون من تو رو تنها میذارم. هدفش اینه که بعدن ما رو انقدر مادی بکنه و تنبیهات بزرگتری رو بیاره. اگر اینو از اول میدونیم که غریزه بدمون دشمنمونه، آدم دروی هست، میدونین خودشو دوست نشون میده ولی باطنن دشمن ما هست، اون موقع تا میاد حرف بزنه میگیم ساکت باش، اصلا نمیخوام صدا تو بشنوم. این منظور گماره است که میگه لولام یرگیز، آدمیزاد همیشه غریزه خوبش رو روی غریزه بد ساکت بکنه. سو اولا باید تورا رو بلد باشیم، چه چیزی موتاره چه چیزی آسوره، بر طبق گفته رب رعیه است که الان یاد گرفتیم برای چند هفته. حتی اگر هم چیزی موتار هست باید بدونه که اگر فقط لذتش رو میخواد اونم از غریزه بد میاد و میگه اصلا نمیخوام گوش بکنم. اینی مثلا برگردیم در داخل خود معمار، میگه از کجا ما یاد میگیریم که اگر کسی دنبال لذتهای مادی بره اون موقع غریزه بدش قوی تر میشه و همه چیز رو میخواد؟ این رو از زوهر اکادوش میاره. در زوهر میگه بیا دوعد تو که فنه بشه به همید، میگه زمانی که غریزه بد خیلی قوی باشه گرم خلی شدن فشلوکیت، اون نشامه الهی رو ضعیف میکنه که دیگه حتی ما صداش رو احساس نمیکنیم در داخل خود. اینجا میگه یا دو، این شناخته شده است، یعنی اینو همه میدونن که هرچی غریزه بد قوی تر باشه اون موقع نشامه الهی ضعیف تره. او که میمر، این گفته زهره، میگه توک فاده گوفا، هرچی بدن قوی تر باشه خول شده نشماتا، نشامه ضعیف تر. البته به زبون ارمهی که هست، اگر نگاه بکنید در پایین قسمت لمد زین ترجمه میکنه یعنی چی توک فاده گوفا، توک فگوف یعنی زمانی که بدن قوی هست خول شده نشامه ضعیفه. ثبت اینجاست که ربه در یکی از گفتارشو میگن یعنی چی، هارمبان برعکس میگه، میگه بدن سالم داشتن، بدن قوی داشتن روش عبادت خدا هست. آدمی که مریضه خب بیچاره نمیتونه خدا رو به طور مناسب خدمت بکنه چون مریضه، حالش بده، ضعیفه. آدم ضعیف اینه تا میخواد خدا رو عبادت بکنه خسته میشه دیگه نمیتونه. سو منظور زهر چیه؟ میگه توک فاده گوفا خول شده نشماتا، که دقت بکنین قوی بودن بدن نشامه رو ضعیف میکنه. هارمبان برعکس رو میگه. سو اونجا که توضیح میدن یعنی چه خود توک فاده گوفا، منظور سلامتی و قدرت دقت بکنین بدن نیست که اگر کسی بدنش قوی تر باشه نشامه ضعیف تره، نه، توضیح میدن که گوف و منظور میشه نفش به همیت، یعنی نفس حیوانیش، غریزه بدش. سوال اینو توضیح میده یعنی چی توک فاده گوف و خون شده نشمات ده توک ف خوم ریوت ده نفش به همیت. اینجا میگه دقیقا منظور از قوی بودن بدن یعنی مادی بودن نفش به همیت. اینجا گوف منظورش جسم نیست بلکه نفش همیت، گرم خلی شده نفش لوکیت، میگه نشامه الهی رو ضعیف میکنه و میگه این ضعفش این دو درجه هست. دلو میبایی، میگه احتیاج به گفتن نیست، دلو میبایی اگر زیر رو نگاه بکنین خط آخر زیر اون نقطه خط میگه شعین تاریخ نومر، حتی احتیاج به گفتن نیست. دلو میبایی یعنی احتیاج نیست، احتیاج نیست که بگیم شمی ترخیگ مئود میتورا وعبودوشه بلو زودفیلا، که میدونی اشتیاق خودش رو در یاد گرفتن تو رو از دست میده. زمانی که غریزه بدش خیلی قوی هست هی لذت میاد جلو چشماش، میگه بعدن تورا رو یاد میگیرم، میگه به غیر از اون از عبادت تفیلا هم ضعیفتر میشه. یعنی چی؟ یعنی عبادت تفیلا احساسات قلبیه که آدمیزاد واقعا احساس میکنه اون نور الهی رو در داخل خود زمانی که تفیلا میخونه. سو میگه دین و شیخ کلال، میگه اصلا رابطه نداره شیابین ایز اینیان الوکی که یک نکته الهی رو که یاد بگیره درک بکنه ویدبونن بو و راجبش به طور عمیق فکر بکنه و یورگشا اینیان الوکی به نفشو و اون الهیت رو در داخل خود احساس بکنه. ببینید دوست داشتن لذتهای مادی و دوست داشتن الهیت همزمان نمیتونه وجود داشته باشه.
آدم نمیتونه غرق بشه در لذتهای مادی و همزمان هیجان زده بشه در نکته های الهی. اگر لذتهای مادی هیجان زدش میکنه، یعنی اونا رو خیلی دوست داره. عشق به مادیت متضاد عشق به الهیته. این دوتا به هم دیگه نمیتونن باشن. اونجا که میگه زمانی که غریزه بد مال آدمیزاد قویه، دنبال لذت‌ها و عشقش به مادیت هست، اون موقع نشامه الهی رو ضعیف میکنه. از چه نظر؟ میگه احتیاج به گفتن نیست، که حتی نکته الهی رو که یاد میگیره دیگه هیجان زده نمیشه و یورگش که احساس به شاهین الوکی به نفشو که در داخل نشاماش اینو احساس بکنه، در داخل خود از چیت پل بفخینت هم شاخه تلف، که میدونن هیجان زده بشه و کشیده بشه لداف کبو که بخواد به خداوند وصل بشه، اولی کالل بلوکوت که بشه، یعنی ملحق بشه به الهیت. دل خلز اینو شیخ کلل و کلل، کس که میدونیم اصل کار و لذت مادی میدونه اصلا ربطی به این نداره. الا شگم زود به علاوه برون شن پخد لوکیم لنکد ناف، دیگه ترس خداوند هم در جلوی چشماش نیست. امکان داره که گناه رو نکنه، نمیگم نمیکنه، بعضی وقتا بعضی گناه ها رو انجام نمیده، ولی اون ترس که از الهیت داشته باشه در جلوش نیست. و شوخی خل لکوت، میگه تم روز خداوند رو فراموش میکنه. اچمش دا و رهو هو نگد را تونشم. سو بعضی وقتا چیز لذت بخشی که جلوش میاد با این که میدونه بر ضد خواست خدا هست، اینو منه یوم اکه و تو مسیاتو جلوشو نمیگیره که اون کار بد رو انجام نده، با این که میدونه آسوره. و تمه داور هو، چرا نمیتونه؟ حالا چیز که مجازه و که خودشو میتونه گول بزنه، بگه مجازه نو پرابلم، با این که اشتباهه، ولی چیزی که آسوره چطور خودشو گول میزنه؟ و تمه داور رو میبینه شعین آلو کدروتونوید بارخ نیرگش به نفشو، به خاطر اینکه الهی و خواستهای خدا رو در داخل خود احساس نمی کنه لیتوال میزه که میدونین روش اثر داشته باشه و هیجان زده بشه. این دانستنش دلیل نمیشه که احساساتی در قلبش به وجود بیاد. ما خیلی چیزها رو میدونیم، ولی زمانی که احساسش نمی کنیم انجام میدیم. یک آدمیزاد شاید بدونه که سیگار کشیدن براش بده، در مغزش میدونه، ولی احساس نمیکنه، چنین چیزی رو در قلب اهمیت نمیده. و هیو چینو کفر خسف شانون برشن به تورات. و این آدمیزاد که گفتیم ترس خدا در جلوش نیست و گناه رو انجام میده، این نیست که خسف شانون کافره، میگه نه هشمی است نه تورای هشم، خسف شانون. و یوده اشد تورا امت، اگر ازش بپرسیم واقعا در قلبش میدونه که تورا حقیقت داره. و شزه آسور الپی تورا، و میدونه که بر طبق تورا چنین چیزی آسوره. آمنام گم کن اینو نیرگش به نفشا ایسور، میدونه اینو در مغزش ولی در قلبش احساس نمیکنه. شزه یلو منیه و یکوف که جلوشو بگیره. و شیو خلهم و نگد رو اختیواتو که بتونه جلو غریزه بدش بیسته. و خلزه و تموم اون از کجا شروع شد؟ الان برمیگنه به کلمه گمارا که غریزه بد بهش میگه هیوم اومرلو اسه کخ، میگه امروز این کارو بکن، یعنی چیزایی که مجازه. بعدن میگه برو کار آسو رو بکن. و خلزه هم میبنه ریبو اشیکو به تایوت هتر، به خاطر اینکه خودشو خیلی فرو کرده و غرق شده در چیزایی که مجاز هست، خواستایی که مجاز هست، ولی به خاطر لذتشون رو انجام میده. هر نفشه به همین چلو نیت گبر به یوتر، غریزه بعدش بیش از حد قوی میشه. و نفشه لو که نخلش به یوتر، اون نشامه الهیش خیلی ضعیف میشه. اون موقع نور تورا نمیتونه از غریزه بدش عبور بکنه. اگر نشامه الهیش آشکار بود و دقت بکنین غریزه بدش رو مقداری ضعیفتر کرده بود، باش همیشه جنگیده بود، اون موقع چیزایی که در تورا یاد میگیره، تفیلایی که میخونه، بالاخره مقداری در داخلش رخنه میکنه. ولی چون تسلیم شده به لذتهای مادی، گفتیم غریزه بدش خیلی قوی میشه، خیلی زمخت میشه و نشامه الهیش خیلی خیلی ضعیف میشه. سو نشامه حیوانی که عقل نداره به اون صورت که کلمات تو را روش اثر داشته باشه. ولزوت میگه بنابراین که شنه بشه به همید مسی تو مرلو تو و داور، چون گفتیم کسی که قوی تر غریزه بدش است، زمانی که آدم رو گول میزنه و با آدمیزاد خوبیه غریزه بد رو خوبی اون چیز مادی رو نشون میده. اینه گبه یو تو داور ای سورممش، با اینکه چیز آسوری هست، هر اون نیم شخه خراف، ولی به دنبالش کشیده میشه و نیخشل بازه و لغزش پیدا میکنه، مغلوب میشه رحمان و لیتلن.
دخول زود با محسات تایی تهاره بدوار مموتاریم. میگه چنین چیزی ابتداش از اینی که آدم ایزاد اون عشقشو میذاره بره دنبال چیزهای مادی که بهش لذت بیش از حد رو میدن. سومید هشم اینجا وای میسیم. اگر سوالی هست بپرسیم. بلی داره فکر کنم که دیگه هفته آینده البته خبر میده من هفته آینده مسافرت هستم بیرون از کشور. فقط بعد فرق